نیویورک تایمز گزارش کرده است که طالبان در شش ماه اخیر حدود 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین را کشتند. سلام بر شما 13 آوریل و 24 حمل است. نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که تنها در شش ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 490 نظامی و کارمند حکومت پیشین به دست این گروه کشته و یا ناپدید شدند. برخی ما میگویند این آمار حقیقت ندارد و ممکن است تعداد کشته شدگان بیشتر از هزار باشد بر اساس این گزارش تحقیقی که روز سهشنبه دوازدهم آپریل 23 سوم حمل در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده است در میان افرادی که کشته شدن یا ناپدید بستگان نظامیان و کارمندان حکومتی پیشین افغانستان نیز شاملند نیویورک تایمز گفته است که این گزارش در طول هفت ماه و با همکاری نوع خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده تاکنون تا جامعه ترین تحقیق در مورد حملات انتقام طالبان علیه نظامیان و کارمندان حکومتی پیشین می باشد. کنندگان این گزارش تحقیقی گفتند که تمام 490 مورد کشته شدن و ناپدید شدن افغانستانی ها توسط طالبان را جداگانه بررسی کرده و گزارشی بر بنیاد معلومات نهادهای های حامی حقوق بشر صحبت با شاهدان و اعضای خانواده های قربانیان تهیه شده است. در این گزارش آمده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن نظامیان پیشین را پس از بازداشت شکنجه کردند و سپس آنان را با ضرب گروله یا سربریدن میکشتند گزارش می افزاید که طالبان در 32 ولایت که این گزارش از آن معلومات جمع آوری کرده است دست به کشتار و ناپدید کردن نظامیان و کارمندان حکومت پیشین زدند بر اساس این گزارش تنها در ولایت بغلان 86 نظامی پیشین در 6 ماه نخست طالبان توسط جنگجویان گروه به شهادت رسیدند این گزارش اعلام طالبان مبنی بر عفو عمومی را یک ادعای دروغ خوانده و گفته است که طالبان از اعلام عفو عمومی به حیث بهانه و برای بدام نظامیان پیشین استفاده میکنند اما در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حملات انتقام طالبان بر نظامیان و کارمندان حکومتی پیشین هدفمندانه و عمدی بوده است. گزارش همچنین ادعا کرده است که طالبان به خاطر کسب کمکهای مالی و حمایت کشورهای غربی در مورد عفو عمومی نظامیان و کارمندان حکومتی پیشین دروغ گفتند و تظاهر کردند که گویا این گروه تغییر کرده است طالبان در گذشته حملات انتقام جویانه علیه نظامیان پیشین را رد کرده بودند و کشته شدن برخی از این نظامیان را به دشمنی های شخصی نسبت داده بودند تهیه کنندگان این گزارش گفتند که طالبان به درخواستشان در مورد اظهار نظر در مورد این تحقیق پاسخ ندادند اما انس حقانی یک عضو برجسته حکومت طالبان در واکنش به گزارش نیویورک تایمز در یک پایم توییتر نگاشته است که نیویورک تایمز نباید گزارش های نادرست را نشر کند که هدف آن فقط تشویق مردم به مهاجرت است. آمریکایی ها باید نخست به با کسانی رسیدگی کنند که در کمپ مهاجران به سر میبرند. ما در اینجا صلح و برادری داریم. پیش از این زبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به تاریخ 31 جنوری 2022 میلادی در واکنش به اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر کشته شدن 100 تن از اعضای حکومت پیشین پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ادعا کرد که چنین گزارش نادرست است سخنگوی طالبان گفته بود که پس از عفو عمومی طالبان هیچ کسی اجازه ندارد و کسی سیاسی برساند اما ادعایی که اگر کدام موارد از انتقام جویی وجود داشته باشد آن را طالبان تحقیقات خود را در موردش آغاز کرده و عاملان آن را مجازات کرده است و میکنند شهروندان کشور ما میگویند طالبان دروغ میگویند آنان میگویند نظامیان این گروه حتی دزدی میکنند چورو چپاول میکنن، آدم میکشن، جنایت میکنن ولی هیچ کدام از آن بررسی نمیشود. مردم و شهروندان کشور میگن طالبان باید تغییر کنند وگرنه به زودی و یا دیر حکومت این گروه سرنگون خواهد شد. و تا سرنگون شدن حکومت این گروه هزاران و میلیون ها نفر شهید آواره و یتیم خواهند شد.